چرخش جدید رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره به دنبال افزایش فشارهای طرفهای اروپایی برجام آمریکا. خامنه ای میگوید مذاکره و تعامل با دشمن لازم است. با مجموعه خبرهای نیمروزی همراه شما هستیم. در اینجا نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحولات در ایران و جهان. در ادامه خبرها، عقب نشینی حکومت ایران از حذف ارز ترجیحی در پی افزایش اعتراض‌های صنفی و معیشتی. رئیسی گفت به دستور رهبر جمهوری اسلامی با نظر مجلس برای حفظ ارز 4200 تومانی همراهی کرده است. مجلس کلیات لایحه بودجه 1401 را تصویب کرد. پاسخ وزارت خارجه کانادا به ایران اینترنشنال در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی. جمهوری اسلامی از احترام به قوانین بین المللی و اجرای عدالت سر باز می زند. حاشیه های آیین اهدای جوایز گلدن گلوب، شبکه NBC شریک تجاری برنامه مراسم را پخش نمی کند. نرمش قهرمانانه یا تعامل با دشمن، روی کردی که در جمهوری اسلامی و در بزنگاه ها به ویژه هنگامه های افزایش فشارها اتخاذ شده است. حالا همزمان با ادامه دور هشتم مذاکرات احیای برجام و در شرایطی که فشارها و هشدارهای طرفهای اروپایی و آمریکا در وین افزایش یافته، امروز صبح علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با چرخشی جدید و فاصله گرفتن از موضع‌گیری های پیشینش از تعامل و گفتگو با دشمن گفت و اضافه کرد موضوع مذاکره و تعامل با دشمن با تسلیم شدن به زورگویی تفاوت دارد. خامنه ای با رد نتایج نظرسنجی هایی که میزان رضایت مردم را از حکومت پایین می دانند و با انتقاد از افرادی که آنها را بی ارزش، کم مایه و پرمدعا توصیف کرد گفت منتقدان و معترضان مبانی و اصول انقلاب را زیر سوال می برند. رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر حفظ ارزش‌های انقلاب و به خصوص حکومت دینی اضافه کرد هر جا افراد مؤمن و انقلابی وارد میدان شدند جمهوری اسلامی پیشرفت کرده و هر جا کاری زمین مانده پای فساد، اشرافیگری و نگاه‌های غیر انقلابی در میان است. مثلا عدم تسلیم در برابر دشمن مستکبر، این جزء اصول انقلاب. تسلیم نباید شد، زورگویی دشمن رو نباید تحمل کرد. اینی که ما با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، من باب مثال، این یه حرف دیگه است. تعامل کنیم، این یه حرف دیگه است. در مقابل زورگویی و حرف زور دشمن، انقلاب به ما میگه که نباید تسلیم شد. تا حالا هم تسلیم نشدیم به توفیق الهی، بعد از اینم همین خواهد بود. خامنه ای از رسانه ها و شبکه های اجتماعی هم به خاطر بازتاب دادن مشکلات کشور انتقاد کرد و گفت این اقدامات چشم‌انداز آینده برای جوانان را ناامید کننده می کند. خامنه ای گفت پوشش اخبار مشکلات اقتصادی نظیر تورم و مالیات نباید موفقیت های حکومت را به حاشیه ببرد. نگذارید با وسوسه های خود بعضی در فضای مجازی و غیر فضای مجازی در جهت مخالف امیدوار کردن جوانها حرکت بکنن. یک نکته دیگر، تذکر دیگر هم این است که ما باید نگذاریم که موفقیت های جمهوری اسلامی مکتوم بمونه. این یکی از مسائل واقعا مهمه. خب ما امروز در مسائل اقتصادی مشکلی داریم، مشکلاتی داریم. فرض کنید مسئله تورم، مسئله گرانی اجناس، بعض از معیشت مردم به خصوص طبقات ضعیف، اینا مشکلات ماست. مشکلات بانک ها، مشکلات مالیاتی و امثال اینا. خب اینا مشکلات ماست. بعضی این مشکلات رو اونچنان بیان میکنن که گویا هیچ موفقیتی در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاد. مهدی مهتوی آزاد روزنامه‌نگار از بن آلمان همراه ما هستند. آقای مهتوی آزاد، ابتدا از بحث مذاکره شروع بکنیم و صحبت‌هایی که آقای خامنه‌ای در رابطه با تعامل با دشمن عنوان کردن، این صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی چه معنی میده؟ بله، شما من دیدم به عبارت نرمش قهرمانانه اشاره کردید، یکی از بهترین مثال هاست. ببینید، ساختار سیاست خارجی ایران جمهوری اسلامی ساختار بسیار پیچیده است. توی اون چراغ سبز ها، شاخ زیتون هایی که رهبر مادام عمر ایران میده، بسیار کلیدی است برای دولت ها. در واقع اون کارت سبزی که میده بسیار تعیین کننده است. یه نمونه خیلی معروفش همون داستان نرمش قهرمانانه است که موقعی که سال 1992 این یک کلمه رو گفت، یک جمله رو استفاده کرد، این در واقع زیر ساخت و مبانی لازم برای
تمام مذاکرات رو فراهم کرد که بعداً به برجام رسید. موضع آقای خامنه ای در دولت قبلی، در واقع میخوام بگم تو همین چند ماه پیش، این بودش که چالش هزینه داره اما سازش هم برای جمهوری اسلامی هزینه داره، سازش هزینه‌اش بیشتره، یعنی جمهوری اسلامی باید چالش بکنه. و ضمنی که او از کلمه تعامل استفاده کرد، بارها آقای خامنه ای علیه تعامل با آمریکا حرف زده. یک نمونه خیلی معروفش فروردین 95 که قبل از در واقع قطع نهایی شدن برجام، که اونجا میگه که تا موقعی که آمریکا این گرگه اصلا تعامل با اونها ممکن نیست. یه سخنرانی دیگه بعد از فشارهای آقای روحانی 2/3/1397 اونجا میگه ایران اصلا با آمریکا نمیتونه تعامل بکنه، انقلاب اسلامی اصلا تعامل پذیر نیست، آمریکا نمیتونه باش تعامل بکنه. استفاده آقای خامنه‌ای از کلمه تعامل با آمریکا و همچنین گفت مذاکره اشکالی نداره، در حقیقت یک چراغ سبز بزرگه، چیزی که شاید پیش بینی میشد، به این معنی است که حالا دولت آقای رئیسی میتونه کم کم وارد مذاکرات جدی تر بشه، به این معنی است که رهبری جمهوری اسلامی ته دلش میخواد که تحریم‌ها برداشته بشه، دورخیز برای مصالحه امتیاز دادن به طرف غربی هست و طبیعتاً امتیازاتی گرفتن. البته این به معنی نتیجه قبلی نیست، به این خاطر که نهادهای مختلفی اصلا ممکنه فردی جایی یک کسی یه بمبی منفجر بکنه، مسیر عوض بشه. منتها دورنمای کلی با حرفای امروز آقای خامنه‌ای این هست که جمهوری اسلامی قصد داره دوباره تن به یک نرمش قهرمانانه بده. به جز این، آقای خامنه‌ای چند بار از غیرت دینی و ضرورت حفظ ارزش‌های انقلاب صحبت کرد. معنی این دو چی میشه؟ ببینید، این کلماتی که استفاده میشن به ظاهر به شدت مضحکند اگر از منظر لغوی نگاه بکنید، منتها تاثیرات بسیار بزرگی در سیاست ایران دارن. بذارید بهتون بگم که بخش بزرگی از حرفایی که شما در ظاهر از علی خامنه‌ای میشنوید، اینها واکنش او به مسائل پشت پرده قدرتی که ما از اون مطلع نیستیم. مثلا موقعی که اون ناگهان میاد و فرمان آتش به اختیار میده، این نیست که فقط اومده باشه یه چیز انداخته باشه، پشت پرده قدرت احتمالاً دعواهای بسیار بزرگی وجود داشته. بر مبنای اون دعواها او در واقع چنین فرمانی رو به طرفدارانش میده که بتونن علیه دولتی که او مثلا دوستش نداره با فراغ بال بیشتری اقدام بکنن. برای بخش بزرگی از این جور حرفای آقای خامنه‌ای، این جور کلماتی که استفاده میکنه، بخش بزرگیش واکنش او به تحولات پشت پرده است. اصرار شدید او بر کلمه غیرت دینی که از سخنان امروزش بود، به نظر من اون وجه دیگه، اون روی دیگه سکه نرمش قهرمانان است. اصولا در سخنان معروف سال 92 هم میبینید، سال 95 هم میبینید، سال 97 یا 98 اومد گفت اگر بشود تحریم ها رو برداشت، یک ساعت هم نباید در واقع تأخیر کرد. اونجا هم شما دوباره میبینید هر موقع آقای خامنه ای میخواد تن به نرمش بده، هر موقع میخواد عقب بره، تو سخنرانیش یه سری حرفای ارزشی میزنه که بر مبنای اون بتونه طرفداراش و بسیجی‌ها رو نگه داره. برای من بخش قابل توجهی از معنای غیرت دینی این هستش که درسته شاید جمهوری اسلامی بخواد آشتی بکنه، امتیاز بده، اما منظورش این هستش که جوانان من، جوانان بسیجی، نمیدونم حزب الله، شما غیرت دینی داشته باشید، شما پای کار بایستید و از من دفاع بکنید. ممنونم از توضیحاتتون. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن، همراه ما بودید. در ادامه نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. راه‌های ارتباطی چندین روستا در استان کوهگیلویه و بوی رحمت به علت بارش برف سنگین همچنان قطع است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حدود 20 روز است که راه‌های ارتباطی این روستاها قطع شده و اهالی این مناطق به سختی و با تراکتور و خودروهای سنگین از مسیرهای کوهستانی رفت آمد می‌کنند. بر اساس این گزارش، شبکه‌های تلفن و برق این روستاها هم هنوز وصل نشده است. دو منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ضد طالبان، و اسماعیل خان، والی پیشین هرات، برای دیدار با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان در ایران آماده می‌شوند. امیرخان متقی به دعوت سپاه پاسداران به تهران رفته. به دنبال سفر وزیر خارجه طالبان به ایران، برخی منابع آگاه از تلاش جمهوری اسلامی برای تحویل سفارت افغانستان در تهران به طالبان خبر دادند، اما مسئولان سفارت افغانستان این گزارش را رد کردند. بر اثر واژگونی و آتش گرفتن یک دستگاه تانکر حاوی سوخت مازوت در حومه شهر سنندج، 3 نفر جان باختند. دست کم 6 مجروح هم به مراکز درمانی منتقل شدند. انفجار تانکر حامل مازوت پس از برخورد با شبکه انتقال گاز شهری در حسین آباد به 25 واحد مسکونی هم خسارت وارد کرده است. رئیس پلیس راه کردستان علت حادثه واژگونی تانکر حامل سوخت را تخلف و بی‌احتیاطی راننده اعلام کرده است. راننده تانکر جزو جانباختگان حادثه است.
شماری از کنشگران مدنی و پژوهشگران دانشگاهی در آمریکا و سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای خواستار قطع همکاری حسین موسویان، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، با دانشگاه پرینستون شدند. این درخواست در پی اظهار نظر موسویان مطرح شده که گفته بود پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، همسر برایان هوک، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور ایران، از شدت نگرانی برای همسرش دچار ترس و لرز شده بود. حمیده لبخنده، کارگردان و پیشکسوت تئاتر و تلویزیون ایران، پس از تحمل یک دوره بیماری دیروز شنبه در سن 70 سالگی درگذشت. لبخنده متولد سال 1330 در اهواز، فارغ التحصیل بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده پردیس و هنرهای زیبایی دانشگاه تهران بود. وی از شاگردان حمیده سمندریان بود. لبخنده کارگردان سریال‌های تلویزیونی مانند در پناه تو، در قلب من و کاراگاهان بود. تا دقایق دیگر و بعد از استراحتی کوتاه به صحبت‌های ابراهیم رئیسی در مجلس در دفاع از کلیات بودجه می‌پردازیم. رئیس جمهور ایران می‌گوید به دستور رهبر جمهوری اسلامی با نظر مجلس برای حفظ ارز 4200 تومانی همراهی کرده است. بیننده و شنونده مجموع خبر امروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. چرخش جدید رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره به دنبال افزایش فشارهای طرفهای اروپایی برجام آمریکا. خامنه‌ای میگوید مذاکره و تعامل با دشمن لازم است. عقب نشینی حکومت ایران از حذف ارز ترجیحی در پی افزایش اعتراضهای صنفی و معیشتی. رئیسی گفت به دستور رهبر جمهوری اسلامی با نظر مجلس برای حفظ ارز 4200 تومانی همراهی کرده است. مجلس کلیات لایحه بودجه 1401 را تصویب کرد. پاسخ وزارت خارجه کانادا به ایران اینترنشنال در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی. جمهوری اسلامی از احترام به قوانین بین المللی و اجرای عدالت سر باز می‌زند. و حاشیه‌های آینه اهدای جوایز گلدن گلوب، شبکه NBC شریک تجاری برنامه مراسم را پخش نمی‌کند. در پی افزایش اعتراض‌های صنفی و معیشتی، نهادهای حکومتی در ایران از حذف ارز ترجیحی در سال جاری عقب نشینی کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، امروز در صحن علنی مجلس اعلام کرد از پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی صرف نظر می‌کند. او گفت بدون برنامه برای سفره مردم، ارز ترجیحی حذف نخواهد شد. رئیسی توضیح داد بنابر دستور علی خامنه‌ای، نظر مجلس را در نظر گرفته و حذف ارز 4200 تومانی را در سال جاری صلاح ندانسته است. به گفته او برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی در سال آینده هم تمهیداتی اندیشیده خواهد شد. مسئله ارز ترجیحی است که نکته دغدغه همه ماست، هم ما و هم شما. مسئله ارز ترجیحی بحث درستی است که در کنسون تلفیق دوستان بحث کردن. مستحضرید که ما کار رو که در دولت شروع کردیم، شما 8 میلیارد دلاری که در قانون پیش بینی کرده بودید، با آغاز کار دولت چیزی نمونده بود از اون میزان. یعنی در نیمه دوم سال مبلغی برای ارز ترجیحی نمونده بود برای دولت. طبیعتاً دولت باید اگر می‌خواست به اونچه که در قانون پیش بینی شده عمل می‌کرد، باید ارز ترجیحی رو بدون اینکه جبران بشه حذف می‌کرد. و ما خط قرمزمون سفره مردم و معیشت مردم بود و هست. نمیتونستیم یک شوک وارد کنیم به اقتصاد کشور، به بازار، به زندگی مردم. موضوع رو در جلسات مختلف دولت مطرح شد، در ستادهای اقتصادی دولت و بعد در شورای هماهنگی سران قوا مطرح شد. بعد از رفت و برگشت های مختلفی که داشت، نهایتاً به این که باید برای چند ماه آتی ارز ترجیحی ادامه پیدا کنه و بعد هم باید برای جبرانش حتماً تمهید مقدماتی بشه، بحث هایی و نظراتی مطرح شد و هم نظر شدن شورای عالی هماهنگی اقتصادی که این کار صورت بگیره.
مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد. از مجموع 261 نماینده حاضر در مجلس، 174 نماینده به کلیات بودجه رأی موافق و 76 نماینده رأی مخالف دادند. با تصویب کلیات لایحه بودجه 1401، جزئیات آن به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق می‌رود و بعداً نهایی می‌شود. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، امروز در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه گفت مجلس و دولت بر این موضوع تأکید دارند که معیشت مردم اولویت اول است. قالیباف در عین حال گفت مجلس با وجود توصیه دولت نخواسته در 48 ساعت برای موضوع حذف ارز ترجیحی تصمیم بگیرد. برای گفتگو در همین زمینه رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران، همراه ما هستند. آقای غیبی، ابتدا ارزیابی شما رو بشنویم از تصویب کلیات لایحه بودجه با توجه به حواشی مختلفی که داشت و در شرایط فعلی. بله، تصویب کلیات بودجه به طور کلی این پیام رو به ما میده که یعنی قرار نیست اتفاق خاصی و تغییر خاصی در بودجه سال آینده رخ بدهد و هر گونه تغییر قاعدتا در جزئیات خواهد بود و اون هم در کمیسیون‌های تخصصی مطرح میشه و مسائلی که بعضا زد و بندهایی که در بین نمایندگان هست تاثیر بسیار زیادی در روی اون جزئیات خواهد داشت. بنابراین ما آنچه که در حداقل دو سه هفته گذشته بسیار در موردش بحث شده پیرامون اینکه این بودجه بود برای سال آینده برای مردم بسیار تورمزا خواهد بود، وضعیت مردم رو دیگرگون خواهد کرد، بخش بسیار زیادی از مردم رو مجددا به زیر خط فقر هدایت خواهد کرد، تمام اینها در بودجه سال آینده پابرجا خواهد بود، چرا که کلیات اون تصویب شده و هر گونه تغییر ساختاری و اساسی در بودجه نیازمند بازگشت مجدد بودجه به مجلس هست که این به نظر میرسه این اتفاق رخ نخواهد داد و سال آینده سال بسیار سختی رو در پیش رو خواهیم داشت از نظر اقتصادی. اما در همین رابطه وضعیت بد اقتصادی و معیشت مردم، موضوع ارز 4200 تومانی بود که به نظر میرسه عقب نشینی کردن از حذف ارز ترجیحی. چقدر شرایط اقتصادی رو، شرایط فعلی رو شما تاثیرگذار میدونید در این موضوع؟ تنها دلیل شرایط اقتصادی هست، اونم فقط برای سال جاری. سال جاری دولت با کسری بودجه بسیار زیادی مواجه بود که امید داشت بخشیش رو از این طریق و با حذف ارز 4200 تومانی جبران کنه، اما اتفاقاتی که در به طور مثال در همین قزاقستان یکی دو روز گذشته رخ داد یک مقدار ترس و واهمه ایجاد کرد و موکول شد به سال آینده. این به این معنی نیست که سال آینده هم ارز ترجیحی حذف نخواهد شد. در یکی دو ماه آینده کماکان ارز ترجیحی اسمن در اقتصاد ایران حضور خواهد داشت و دلیل اصلی اون هم همین بحث معیشت مردم هست. اگر به صحبت‌های مخالفینی که در مخالفت با کلیات بودجه امروز مطرح شده بود در مجلس نگاه بکنیم، یکی از اونها گفته بود ما بیش از 10 میلیون خانوار داریم که زیر خط فقر هست، که اگر هر خانوار رو 4 نفر در نظر بگیریم یعنی 40 میلیون و بیش از نیمی از مردم کشور در زیر خط فقر به سر می‌برن و هر گونه فشاری باعث میشه باعث مهاجرت بیشتر مردم به زیر خط فقر میشه. اشاره کردین به مخالفان کلیات لایحه بودجه، 76 نماینده رأی مخالف دادن. با توجه به این موضوع آیا ممکنه که ما شاهد یک سری تغییرات در جزئیات لایحه بودجه باشیم؟ اگر کوتاه بفرمایید. چشم، هر گونه تغییرات در کلیات لایحه بودجه میتواند به دو شکل باشد، یا نگاه قومی قبیله‌ای حاکم است که هر نماینده بر شهر و استان خودش دنبال رانت‌ها و درآمدها و بودجه بیشتری هست، این یک نگاه است که همیشه غالب بوده در مجلس. بحث دوم اگر منطقی بهش نگاه کنیم، ما در بودجه سال آینده سه نقطه به شدت تورمزا داریم. یک، نرخ تسعیر، نرخ رسمی در دلار در بودجه هست. یک، نرخ محاسبه حقوق گمرکی هست که قرار است 5 برابر افزایش پیدا کنه، و حذف ارز ترجیح هست. اگر قرار اتفاقی بیفتد که در راستای منافع و تقویت معیشت مردم باشد، باید اون تغییر در این سه نقطه ایجاد بشه که متاسفانه به نظر نمیرسه بسیار دقت بشه به این موضوع و کماف سابق نگاه قوم و قبیله‌ای و شهری و منطقه‌ای در جزئیات بودجه و تغییراتش حاکم خواهد. ممنونم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران، همراه ما بودید.
جان باختن بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زندانی، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته. بسیاری از کاربران و فعالان سیاسی و مدنی مرگ او را قتل توصیف کردند و حکومت را عامل کشته شدن این شاعر و فیلمساز زندانی خواندند. زندانیان سیاسی بند 8 اوین هم دیروز و پس از مطلع شدن از جان باختن همبندی سابق خود، گردهمایی اعتراضی در زندان برگزار کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. شماری از فعالان مدنی و سیاسی هم دیشب مقابل بیمارستان ساسان گردهم آمدند و به یاد بکتاش آبتین و قربانیان هواپیمای اوکراینی شمع روشن کردند. ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران خواستار پراکنده شدن تجمع کنندگان شدند. روزی که 4 سال پیش در امام زاده طاهر در روزهای آذر ماه که برای سالگرد قتل تبهکارانه محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رفته بودیم، ابتدا من رو، بعد آقای خندان رو، بعد جناب دکتر زرفشان رو در واقع هدایت کردم به یک ماشین. در اون ماشین یک بیسی میدونی که یا ایمن بکتاش آبتین هم هست، بکتاش آبتین دیده شده، یعنی دقیقه اینها شده بکتاش. در ادامه مجموعه خبر نیمروزی و تا دقایق دیگر نگاهی خواهیم داشت به مراسم گلدن گلوب امسال، مراسمی که امسال به دلیل حضور فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی توجه ایرانیان را به خود جلب کرده. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. چرخش جدید رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره به دنبال افزایش فشارهای طرفهای اروپایی برجام آمریکا. خامنه ای میگوید مذاکره و تعامل با دشمن لازم است. عقب نشینی حکومت ایران از حذف ارز ترجیحی در پی افزایش اعتراضهای صنفی و معیشتی. رئیسی گفت به دستور رهبر جمهوری اسلامی با نظر مجلس برای حفظ ارز 4200 تومانی همراهی کرده است. مجلس کلیات لایحه بودجه 1401 را تصویب کرد. پاسخ وزارت خارجه کانادا به ایران اینترنشنال در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی از احترام به قوانین بین المللی و اجرای عدالت سر باز می‌زند. و حاشیه‌های آیین اهدای جوایز گلدن گلوب، شبکه NBC شریک تجاری برنامه مراسم را پخش نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه کانادا در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفت جمهوری اسلامی از مذاکره درباره این پرونده خودداری می‌کند و آشکارا می‌خواهد به بی‌مسئولیتی خود ادامه دهد. جیسون کونگ گفت کانادا این هتاکی را به خاطر 176 قربانی بیگناه تحمل نمی‌کند. به گفته او جمهوری اسلامی قوانین بین المللی را به چالش کشیده و از خانواده های قربانیان اجرای عدالتی را که سزاوار آن هستند دریغ می کند. همزمان سفارت آمریکا در کانادا و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار تحقق عدالت و پاسخگویی جمهوری اسلامی شدند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم دیشب اعلام کرد حکومت ایران مهلت مذاکره را از دست داده و کانادا از طریق راه‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. همچنان حمایت خواهیم کرد از خانواده هایی که عزیزان خودشون رو در پرواز PS752 از دست دادن در و من به شما قول میدم که همیشه برای پاسخگویی مبارزه خواهیم کرد، برای شفافیت و برای عدالتی که شما مستحقش هستین. پرواز 752 سقوط کرد، شلیک شد به خاطر بی‌پروایی به زندگی انسان‌ها از طرف مقامات ایرانی. ما نمیتونیم اجازه بدیم که به همین شکل اعتنایی بهش نشه. حالا که
ایران در واقع مهلت مذاکره رو از دست داده و نخواسته که اون رو برآورده باشه، ما از طریق راه‌های بین المللی برای پاسخگو کردنش کار خواهیم کرد با هم دیگه. ما یک جبهه متحد رو تشکیل خواهیم داد و از پا نخواهیم نشست تا زمانی که بتانیم عدالت رو اجرا بکنیم. دو سال از سرنگونی هواپیمای اوکراینی که به کشته شدن 176 سرنشین آن انجامید، سوگواری خانواده‌های داغدار همچنان ادامه دارد. علیرضا قنچی که همسر و فرزندانش را در این پرواز از دست داده، با نگارش کتابی با عنوان من جا ماندم سعی دارد یاد خانواده‌اش را زنده نگه دارد. او در این کتاب خاطرات خوش زندگی خانوادگیش را مرور کرده و از تلخی وداع همیشگی با همسر و فرزندانش نوشته است. مهسا مرتضوی گزارش دارد درباره همین کتاب. میخواهم به آنها بگویم اگر هزار بار دیگر هم به دنیا می آمدم باز هم میخواستم پدر آنها باشم. ممنون که در همان عمر کوتاهتان آنقدر خوب بودید، آنقدر نبوغ و زیبایی به جهانم بخشیدید. شما بودید که اشتیاق پدری کردن را در من بیدار کردید. به وسعت دلتنگی بیکرانه ام دوستتان دارم و به امید دیدار. من جا ماندم. این احساس علیرضا قنچی است که در پرواز PS752 فرزندانش دورسا و پارسا و همسرش فائزه را از دست داده. او در کتابی به همین نام که به تازگی منتشر شده با به اشتراک گذاشتن لحظاتی از زندگیش از آنچه داشته قدردانی می کند. نگارش این کتاب را شروع کردم بسیار سخت بود، شاید بزرگترین چالش زندگیم بود. داستان از ابتدا به انتها میرسه و انتها به اول، یعنی یک مسیر چرخشی در داستان هست و بسیار به گذشته برمیگرده. خاطرات مرور میشه در سکانس های مختلفی که مرحله به مرحله دارند بچه ها بزرگ میشند و برسن به مرحله خداحافظی از پدر که سوار هواپیما دارن میشند. کودکان معصوم تیاره مرگ، بیرا، راستین، پارسا، دورسا، السا، جیوان، کردیا، نوجان، صوفی، اریک، امیل، آنیسا، شهسار، رامتین، دریا، درینا و و و و صدای گریه هایتان هنوز از مزارتان شنیده می شود. مادرانتان فرشته هایی که با بال سوخته پناهتان شدند، خواستند ولی نتوانستند. چه ها گذشت بر شما؟ جا ماندم کتابی است در ژانر سوگ، اما علیرضا قصدش از نگارش این کتاب به نمایش گذاشتن خاطرات و استعدادهای عزیزانش است. استعدادهایی که او از روزهای اول بعد از سرنگونی پرواز PS752 با انتشارشان به دنیا نشان داد که فرصت تجربه چه آینده روشنی از خانوادهش گرفته شده. تو رفته ای و سپیدارها بی خود و بی جهت سبزن. شیطنت ها و انرژی پارسا و یا استعداد درخشان فائزه، استعداد درخشان دورسا، به نمایش گذاشتن اینها وظیفه من پدر هست. در کنار این نمایش مردم می فهمند که چه کسایی و چه آدم های دانشمندی و چه عزیزانی رو به راحتی از دست دادیم ما. فصل دوم این کتاب مربوط به دورساست، فصلی که علیرضا 11 بار آن را نوشت و در نهایت میگوید با کمک خود دورسا آن را تمام کرد. رفتم مزار، خونه بچه‌هام، خونه خانواده‌ام. از خود دورسا پرسیدم، گفتم که کمکم کن. شاید باورش سخت باشه ولی تمام لحظه به لحظه احساسم می بود که دورسا پیشم نشسته بغل میز تحریر. یعنی یه جاهایی می نوشتم فکر می کردم که اصلا سنگین شد فلنگ و احساس می کنم دورسا خوشش نمیاد، قشنگ داره با ما حرف می زنه، اصلا اینجا نه این نیست. بعد نگارش فصل دو صبحش احساس کردم که سبک شدم. حالا علیرضا برای کسانی که عزیزانشان کنارشان هستند یک توصیه دارد. حتما حواسشون باشه نرسه زمانی که مثل ماها
با خاطراتشون زندگی کنند، قدر لحظه به لحظه‌شون رو بدونن، قدر ثانیه به ثانیه‌شون رو بدونن، چرا که ممکنه این لحظات دیگه براشون غیر قابل تکرار باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن همراه ما هستن. آقای برزگر، 2 سال بعد از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، چقدر نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی در رابطه با ابعاد گوناگون این پرونده اطلاع رسانی کردن و مسئولیت پذیری نشون دادن؟ مطلقاً به وظایف خودشون عمل نکردن، مطلقاً اطلاع رسانی انجام ندادن. مجموعه حاکمیت در کلیت خودش، فارغ از این که نهادهای انتخابی بودن، مثلا در اون زمان دولت حسن روحانی که مدعی بود با رأی مردم بر سر کار اومده و موظف بود، یعنی طبق اون قراردادی که بود که رأی گرفته بود که سخنگو یه کسانی باشه، پاسخگوی کسانی باشه که از اونها رأی گرفته بود، نه اونها به وظایف خودشون عمل کردن و نه نهادهایی که اصولاً متکی نیستن و بی اعتنا هستن به رأی مردم، از سپاه پاسداران گرفته تا فرماندهی کل قوا، همه اینها و در رأس اینها و در کنار اینها رسانه ها. اگر اساساً قائل به این باشیم که امروز چیزی به نام رسانه در ایران دیگه وجود داره، من فکر میکنم که ما دیگه نهادی به نام نهاد رسانه و روزنامه نگاری در ایران نداریم، همونطور که نهاد پارلمان نداریم، نهاد ریاست جمهوری نداریم، نهاد قوه قضاییه نداریم، نهاد کانون وکلا نداریم. این به معنی این نیست که روزنامه نگاران یا وکلای شجاعی رو نداریم که کارشون رو انجام نمیدن، چرا؟ به صورت انفرادی داریم، اما همه این نهادها که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی قرار گرفتن عملا فاقد کارکرد خودشون شدن و به هیچ یک از وظایف خودشون عمل نکردن. به عنوان مثال همین امروز میبینیم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مثل همون فیلمی که برای گوهر عشقی درست کرد، امروز فیلمی درست میکنه و در سالگرد سرنگون سازی یک هواپیمای مسافربری میاد و از اون دفاع میکنه از زبان شهروندان ناشناسی که ما نمیدونیم و میگه که شلیک به این هواپیما اصلا کار درستی بود، یعنی حتی دیگه همون اشتباه انسانی رو هم قائل بهش نیستن و معتقد هستن که کار درستی انجام دادن، چرا که اگر این 200 نفر رو جمهوری اسلامی نمیکشت ممکن بود که مثلا 1000 نفر کشته بشن و توضیح نمیدن که چرا اون 1000 نفر بر چه اساسی و به چه دلیلی در معرض کشته شدن اساسا باید قرار میگرفتن. بنابراین به طور خلاصه بخوام عرض بکنم، خیر، به هیچ یک از وظایفی که تعهد دارن در قبال ملت انجام بدن متاسفانه انجام ندادن این وظایف. از طرف دیگه همونطور که پیشتر اشاره شد، نخست وزیر کانادا تأکید کرده که پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی رو در مجامع بین المللی پیگیری خواهد کرد. بریتانیا، اوکراین و سوئد هم بر همین موضوع تأکید کردن. چقدر این فشارها میتونه تأثیرگذار باشه بر جمهوری اسلامی؟ اگر کوتاه بفرمایید. بله، قطعا به هر حال بی تأثیر نیست، مطمئنا تا همین جا هم که این پرونده جلو اومده، برخلاف خیلی از پرونده‌هایی که خب شهروندان ایرانی در اون بودن و دولت‌های دیگر پیگیری نکردن به دلایل مختلف، از جمله اینکه مثلا اونها تابعیت دوگانه نداشتن و ما آگاه هستیم بسیاری از این پرونده‌ها عملاً در ایران مسکوت می‌مونه، ولی این پیگیری این کشورها عامل بسیار بسیار مهمی هست. حکمی که دادگاه اونتاریو در اواخر سال گذشته میلادی داد و غرامت تعیین کرد برای 6 تن از خانواده‌هایی که شکایت کرده بودن، همه اینها میتونه در واقع مؤثر باشه و اگر این پرونده همونطور که آقای ترودو گفت بعد از اون اولتیماتومی که به جمهوری اسلامی داده شد و طبیعتاً هم جمهوری اسلامی به اون عمل نکرد، حاضر به همکاری نشد و حالا که حاضر به همکاری نیست، خب اگر این کشورها این پرونده رو به دادگاه بین‌المللی جنایی یا حتی دادگاه جنایی در کشورهای مثل کانادا و بریتانیا ببرند، خب میتونه عامل بسیار مهمی باشه برای حقوق خانواده های قربانی. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار از لندن، ممنونم از توضیحاتتون. نگاهی بندازیم به چند خبر از گوشه و کنار جهان.
تنش در مناطق شمال غرب نیجریه رو به افزایش است. بر اساس گزارش‌های رسمی دست کم 200 نفر در جریان حمله انتقام‌جویانه به روستاهای اطراف ایالت زامفار کشته شدند. این حمله بعد از حملات هوایی ارتش نیجریه به مواضع گروه‌های مسلح و کشته شدن دست کم 100 تن از آنان در مناطق شمال غرب این کشور آفریقایی انجام شده است. از اواخر سال 2020 موارد آدمربایی، خشونت و گروگانگیری و ناامنی در نیجریه تشدید شده. اتحادیه اروپا قصد دارد برای جلوگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان، شرکت‌های فناوری را به اقدامات پیشگیرانه ملزم کند. کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا همچنین از لزوم وضع قوانین جدید با هدف محافظت از کودکان در برابر سوء استفاده‌های جنسی در ماه‌های آینده گفته است. در پی تشدید تنش میان اروپا و آمریکا با روسیه بر سر اوکراین، وزیر خارجه آمریکا با جوزف بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی گفتگو کرد. بر اساس گزارش وزارت خارجه آمریکا، آنتونی بلینکن در این گفتگو بر حمایت از حق حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرده و بار دیگر هشدار داده ایالات متحده به هر گونه تجاوز مرزی و اقدام نظامی روسیه علیه اوکراین قاطعانه پاسخ خواهد داد. مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب امسال با هواشی فراوان و با بایکوت شریک تجاری این مراسم، شبکه NBC در آمریکا برگزار خواهد شد. این جایزه که پیش از پیش‌زمینه‌ای برای گمانه‌زنی درباره برندگان جوایز اسکار به شمار می‌رود، به دلیل انتقادهای گسترده برخلاف سال‌های گذشته تنها از طریق وبسایت گلدن گلوب پخش خواهد شد. مراسمی که امسال به دلیل حضور فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی مورد توجه بسیاری از ایرانیان است. همکارم نیلوفر منصوری با جزئیات بیشتر. 79مین مراسم گلدن گلوب زیر سایه سنگین بایکوت رسانه‌ها و ستاره‌های هالیوود در هتل بیورلی هیلتون لس آنجلس برگزار خواهد شد. گلدن گلوب جایزه‌ای که از سال 1944 به تولیدات سینمایی و تلویزیونی داخلی و خارجی اهدا می‌شود، توسط انجمن مطبوعات خارجی هالیوود پایه گذاشته شد. انجمنی که از 83 عضو سفیدپوست آمریکایی و عمدتاً مردان تشکیل شده و همین امر منجر شد شبکه های نمایش از جمله نتفلیکس و آمازون این انجمن را به اعمال تبعیض های نژادی و جنسیتی متهم کنند. ستاره هایی از جمله تام کروز و اسکارلت جوهانسون هم میگویند انجمنی که حتی یک عضو رنگین پوست، کویر و با تنوع های دیگر نژادی و جنسیتی ندارد باید بایکوت شود. اما آنچه تیر آخر به بدنه گلدن گلوب امسال بود، تحریم این مراسم از سوی شبکه NBC بود. شبکه‌ای که از سال 1996 این مراسم را به طور زنده پوشش می‌داد و آخرین قراردادش با گلدن گلوب 60 میلیون دلار ارزش داشت. شبکه NBC می‌گوید در صورت اصلاح سازوکار تبعیض‌آمیز در ساختار انجمن مطبوعات خارجی هالیوود، این شبکه به روال گذشته مراسم را به دست می‌گیرد. ریاست این انجمن اما می‌گوید جدول زمانی امسال برای این تغییرات فشرده است. این مراسم مثل همیشه نخواهد بود. فارغ از اینکه چه اتفاقاتی افتاده، ما نامزدها رو اعلام کردیم و جوایز رو هم اهدا می‌کنیم. ما سابقه طولانی در این کار داریم و می‌خوایم به هر شکل ادامه بدیم. البته که امسال برخلاف همیشه بسیاری از ستاره ها شرکت نمی کنند. گلدن گلوب 2022 در بمباران انتقادها، عدم حضور بسیاری از رسانه ها و سینماگران و در سایه شیوع گونه های جدید کووید 19 در تاریخ 9 ژانویه برگزار می شود. امسال فیلم قهرمان ساخته اصغر فرهادی هم با 4 فیلم غیر انگلیسی زبان برای دریافت این گوی طلایی رقابت میکند. جایزه ای که نقش تعیین کنند. نگاه کنیم به خبرهای ورزشی، دوباره با شما خواهم بود. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. چرخش جدید رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره به دنبال افزایش فشارهای طرفهای اروپایی بر جام آمریکا. خامنه ای میگوید مذاکره و تعامل با دشمن لازم است. عقب نشینی موقت حکومت ایران از حذف ارز ترجیحی در پی افزایش اعتراضهای صنفی و معیشتی. رئیسی گفت به دستور رهبر جمهوری اسلامی با نظر مجلس برای حفظ ارز 4200 تومانی همراهی کرده است. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه 1401 را تصویب کرد.
پاسخ وزارت خارجه کانادا به ایران اینترنشنال در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی از احترام به قوانین بین المللی و اجرای عدالت سر باز می‌زند. و حاشیه‌های آینه اهدای جوایز گلدن گلوب، شبکه NBC شریک تجاری برنامه مراسم را پخش نمی‌کند. نرمش قهرمانانه یا تعامل با دشمن، روی کردی که در جمهوری اسلامی و در بزنگاه‌ها به ویژه هنگام‌های افزایش فشارها اتخاذ شده است. حالا و همزمان با ادامه دور 8 مذاکرات احیای برجام و در شرایطی که فشارها و هشدارهای طرفهای اروپایی و آمریکایی در وین افزایش یافته، امروز صبح علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با چرخشی جدید و فاصله گرفتن از موضع‌گیری‌های پیشینش از تعامل و گفتگو با دشمن گفت و اضافه کرد موضوع مذاکره و تعامل با دشمن با تسلیم شدن به زورگویی تفاوت دارد. خامنه‌ای با رد نتایج نظرسنجی‌هایی که میزان رضایت مردم را از حکومت پایین می‌دانند و با انتقاد از افرادی که آنها را بی‌ارزش، کم‌مایه و پرمدعا توصیف کرد گفت منتقدان و معترضان مبانی و اصول انقلاب را زیر سوال می‌برند. رهبر جمهوری اسلامی با تأکید بر حفظ ارزش‌های انقلاب و به خصوص حکومت دینی اضافه کرد هر جا افراد مؤمن و انقلابی وارد میدان شدند، جمهوری اسلامی پیشرفت کرده و هر جا کاری زمین مانده، پای فساد، اشرافیگری و نگاه‌های غیر انقلابی در میان است. مثلا عدم تسلیم در برابر دشمن مستکبر، این جزء اصول انقلاب. تسلیم نباید شد، زورگویی دشمن رو نباید تحمل کرد. اینی که ما با دشمن یه وقتی مذاکره کنیم، صحبت کنیم، من باب مثال، این یه حرف دیگه است. تعامل کنیم، این یه حرف دیگه است. در مقابل زورگویی و حرف زور دشمن، انقلاب به ما میگه که نباید تسلیم شد. تا حالا هم تسلیم نشدیم به توفیق الهی، بعد از اینم همین خواهد بود. خامنه ای از رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی هم به خاطر بازتاب دادن مشکلات کشور انتقاد کرد و گفت این اقدامات چشم‌انداز آینده برای جوانان را ناامید کننده می کند. خامنه ای گفت پوشش اخبار مشکلات اقتصادی نظیر تورم و مالیات نباید موفقیت های حکومت را به حاشیه ببرند. نگذارید با وسوسه های خود بعضی در فضای مجازی و غیر فضای مجازی در جهت مخالف امیدوار کردن جوانها حرکت بکنن. یک نکته دیگر، تذکر دیگر هم این است که ما باید نگذاریم که موفقیت های جمهوری اسلامی مکتوم بمونه. این یکی از مسائل واقعا مهمه. خب ما امروز در مسائل اقتصادی مشکلی داریم، مشکلاتی داریم. فرض کنید مسئله تورم، مسئله گرانی اجناس، بعضی از معیشت مردم به خصوص طبقات ضعیف، اینا مشکلات ماست. مشکلات بانک ها، مشکلات مالیاتی و امثال اینا. خب اینا مشکلات ماست. بعضی این مشکلات رو اونچنان بیان میکنن که گویا هیچ موفقیتی در جمهوری اسلامی اتفاق نیفتاده. همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو همراه ما هستن تا بیشتر به همین موضوع بپردازیم. از بحث مذاکره شروع بکنیم و صحبتایی که رهبر جمهوری اسلامی مطرح کردن در رابطه با تعامل با دشمن، این صحبت‌ها چه معنی میده؟ اشاره کنم که آقای خامنه‌ای به بهانه یک رخداد تاریخی تقریبا هر سال صحبت میکنه، امروز هم اومد نکته های متعددی رو مطرح کرد، اما واقعا این بخشی که اشاره کرد به بحث مذاکره و گفتگو و تعامل با دشمن به تعبیر آقای خامنه ای، این شاید مهمترین نکته صحبت های امروزش بود. چرا؟ چون واقعا مسائل اقتصادی امروز ایران گره خورده با بحث تحریم ها، با بحث رویکردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی و دیپلماسی منطقی و تمام این اتفاقاتی که گره خورده بخشش هم با بحث مذاکرات احیای برجام که خب همزمان شده با افزایش فشارها و هشدارهای طرفهای اروپایی برجام و آمریکا به ایران که زمان برای توافق اندک هستش و جمهوری اسلامی باید تم بده یا بپذیره انجام تعهدات برجامی خودش رو و طبیعتاً از یک سری فعالیت‌های هسته‌ای خودش و البته موشکی صرف نظر کنه. در یک چنین بستری، یعنی همزمان با افزایش این فشارها و هشدارهای خارجی، حالا آقای خامنه‌ای اونچنان که در مورد برجام
هم یک نرمش قهرمانانه نشون داد، امروز در یک جمله، در یک عبارت خیلی مختصری اشاره کرد به اینکه راه گفتگو و تعامل مسدود نیست، این امکان وجود داره و باید با دشمن میشود با دشمن وارد مذاکره و تعامل شد. البته شعارهای خودش رو مطرح کرد که نباید تسلیم شد، ما تسلیم نخواهیم شد، اما این بخش از جمله به گمان من در بستر زمانی که داره گفتگوهای احیای برجام صورت میگیره خیلی مهمه. به ویژه که فراموش نکنیم آقای خامنه‌ای در ماه‌های گذشته و به ویژه در حتی این دولت دوم روحانی بارها تاکید کرد که مذاکره با دشمنی که نشون داده تعهدی نداره بیفایده هستش، مذاکره دنبال مذاکره نیستیم، مذاکره نخواهیم کرد، بارها بی‌اعتمادی خودش رو به مذاکره با غرب ابراز کرده بود. امروز اما به نوعی داره یک چرخشی نشون میده که به نظر میرسه طبیعتاً متأثر از همون افزایش فشارهای خارجی. بچه‌ها اینها آقای خامنه‌ای به دو موضوع هم خیلی اشاره کرد، یکی غیرت دینی بود، یکی هم ضرورت حفظ ارزش‌های انقلاب. این دو چه معنی میده؟ خب اگر این رو بذاریم در کنار اون تاکیدش بر شکلگیری حکومت و جامعه بر اساس هندسه دینی به تعبیر آقای خامنه‌ای، این تأکید مجددش بود بر ساختار قدرت در جمهوری اسلامی که به تعبیری بعد از خدا و معصومان پیامبران، حالا این ولی فقیه هست که شخص اول نظام، هدایت همه امور رو بر عهده داره و اون هندسه دینی، اون حکومت دینی رو به تعبیر آقای خامنه‌ای بازتاب میده. از این زاویه بود که خب خیلی تأکید کرد امروز بر همین بحث حفظ غیرت دینی، حساسیت، اینکه نباید حساسیت زدایی بشه از اصول انقلاب. و جالب بود که با وجود اینکه مردم ایران با پوست و استخوان گوشتشون دارن لمس میکنن این فشارها و مشکلات رو، ولی مثل همیشه آقای خامنه‌ای اومد این مسئله رو به تعبیر انداخت به گردن رسانه‌های بیگانه، تبلیغات اونها، و اینکه باز بار دیگه تهییج کرد اون بدنه اجتماعی حامی حکومت رو که فعال بشن برای اینکه تبلیغ کنن در رابطه با حکومت و کامیابی‌هاش. تقریبا ایستاد پشت دولت رئیسی، حمایت کرد و حتی یک تعریض‌هایی هم داشت با تعابیر مثل اشرافیگری به دولت روحانی و اون رویکردهایی که دولت روحانی داشت. به این معنی میخوام مختصر کنم که تاکید آقای خامنه‌ای بر پاسداری از همین چارچوب نظام بود و ارزش‌هایی که طبیعتاً از نظر ایشون خودش رو در شخص اول نظام ولی فقیه متبلور میکنه. به طور کل در صحبت‌های امروز رهبر جمهوری اسلامی چه نکات قابل تأمل دیگه‌ای بود که توجه شما رو جلب کرد؟ ببین دو تا نکته رو من اشاره کنم بهش مختصر. یکی این جالب بود که اساساً نفس این سخنرانی که آقای خامنه‌ای سخنرانی تلویزیونی داشت در پستوی مراقبت شده خودش به شکل تلویزیونی و آنلاین سخنرانی رو ابراز کرد، در حالی که مخاطبانش ده‌ها نفر در یک سالن جمع شده بودند. این سخنرانی همزمان با اینکه حاکمیت داره به نوعی حساسیت زدایی میکنه از بحث همگیری کرونا و بازگشایی مدارس دانشگاه در دستور کار هستش و مجاز خونده شده، این معنی داره، یعنی نشون میده که شخص اول نظام واقعا تفکیک شده از شهروندان دیگر، کاملا یک فرد متمایزی وجود داره که باید حد اکثر مراقبت در موردش صورت بگیره. نکته دوم هم باز جالب بود که در میان صحبت‌های خامنه‌ای دوباره یک اشاره و تعریض داشت به 9 دی سال 88 و این نشون میده که همچنان آقای خامنه‌ای از شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی در ایران که از انتخابات 88، سربرکشیدن جنبش سبت، ورود معترضان به خیابان رو متبلور کرد و یک دور جدیدی از ورود معترضان به خیابان‌ها در جمهوری اسلامی شروع شد، تا چه اندازه براشفته است و این همچنان خودش رو در ادبیات آقای خامنه‌ای متبلور می‌کنه. ممنونم از توضیحاتتون. مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ما بودید. در ادامه نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. راه‌های ارتباطی چندین روستا در استان کهگیلو و بویراحمد به علت بارش برف سنگین همچنان قطع است. به گزارش خبرگزاری ایسنا حدود 20 روز است که راه‌های ارتباطی این روستاها قطع شده و اهالی این مناطق به سختی و با تراکتور و خودروهای سنگین از مسیرهای کوهستانی رفت و آمد می‌کنند. بر اساس این گزارش شبکه‌های تلفن و برق این روستاها هم هنوز وصل نشده است. دو
منبع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ضد طالبان و اسماعیل خان والی پیشین هرات برای دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در ایران آماده می شوند. امیرخان متقی به دعوت سپاه پاسداران به تهران رفته. به دنبال سفر وزیر خارجه طالبان به ایران، برخی منابع آگاه از تلاش جمهوری اسلامی برای تحویل سفارت افغانستان در تهران به طالبان خبر دادند، اما مسئولان سفارت افغانستان این گزارش را رد کردند. رئیس سازمان امور مالیاتی میگوید 550 هزار خودرو مشمول قانون مالیات بر خودروهای لوکس شدند. به گفته داوود منظور، اطلاعات این خودروها از میان 17.5 میلیون خودروی سواری استخراج شده و صاحبان آنها باید حدود 5600 میلیارد تومان مالیات بپردازند. او گفت در صورتی که مالکان این مالیات را پرداخت نکنند، در زمان نقل و انتقال خودرو باید برگه تسویه حساب مالیاتی دریافت کنند. امروز 35 سالگرد آغاز عملیات کربلای 5 است. عملیاتی که تنها 2 هفته پس از عملیات ناکام کربلای 4 در تاریخ 19 دی 1365 با فرماندهی سپاه پاسداران آغاز شد. عملیات کربلای 5 پرهزینه ترین و پرتلفات ترین عملیات ایران در جنگ با عراق و سرآغازی برای ایده پایان جنگ بود. همکارم ماهرخ غلام حسین پور گزارش می‌دهد. کربلای 5 در محور شلمچه و منطقه‌ای موسوم به کانال ماهی آغاز شد. برای جبران شتاب زده آنچه که در کربلای 4 رخ داد و لو رفتن نقشه آن به قتلگاهی خونین ختم شد. این حمله بزرگ با هدف فتح بصره و جبران شکستی که در کربلای 4 رخ داد با اصرار محسن رضایی انجام شد تا شاید از تلخی شکست کربلای 4 بکاهد. اما جان به در بردگان کربلای 5 تصمیم رضایی را نادرست می دانند. من بسیجی جانباز و یه فرمانده رده پایین بودم. قصد دفاع از عملکرد آقا محسن رو ندارم. ایشون مثل همه دیگر مسئولین در همه بخش‌های کشورداری لازمه شجاعانه بگن من آماده چنین سطح مسئولیتی نبودم. ولی کی بود؟ شما فکر میکنین ما در عملیات‌های چهارگانه بزرگ عالی بودیم؟ ما اونجا بازی رو بردیم، لذا کسی اونا رو زیر ذره بین نمیبره. ما باید مثل صلح حدیبیه شدیداً دنبال صلح میرفتیم، کاری که اصلا نکردیم و برعکس عراق به درستی فهمید و انجام داد. این عملیات که طبق تبلیغات رسمی بزرگترین موفقیت جنگ با عراق قلمداد شد، عملاً خونبارترین عملیات دوران جنگ هم بود. کربلای 5 ایران را به 12 کیلومتری بصره کشاند، اما به اهداف عملیاتیش که فتح بصره بود نرسید و به فتح شلمچه محدود ماند. ابعاد خسارات آن عملیات آمدانه پنهان شد. ایران تلفات کربلای 5 را 11 هزار نفر، عراق تلفات ایران را 65 هزار نفر و محققان پنتاگون قریب به 40 هزار نفر اعلام کردند. در نخستین روز عملیات 90 نفر از گردان فجر بهبهان که نیروهای زبده جمعی لشکر هفت زرهی ولیعصر بودند، در جاده صفوی که رزمندگان به آن جاده آنتنی هم می گفتند هدف حمله گاز خردل قرار گرفتند و در همان ساعتهای اولیه جان خود را از دست دادند. این یادمان غریبانه تنها یادگار باقی مانده از خاطره آنهاست. کربلای 5 تصویر دهشتناک غواصان دست بسته نداشت تا ابعاد تاریکش در اذهان عمومی روشن شود، اما شاهدان زنده راویان صادق آن روزها هستند. توی عملیات کربلای 4 و 5 داوطلب خواستن برای کمک در معراج الشهدا یه سطحه خیلی خیلی بزرگ تو اهواز که همه شهدا جنون می‌بردن اونجا، بعد تفکیک استان می‌شدن. من قبلا یه سال جبه بودم و عملیات‌های مختلف، 25 نفر دیگه هم داوطلب شدن. گفتم شما جسد و زخم اینا ندیدی، نیاین. قبول نکردن. اونجا تعداد اجساد وحشتناک بود. غواص‌ها با لباس‌های غواصی، اجساد تیکه تیکه شده و
برخی رو مجبور بودیم با چوبی چیزی تو بدن باز شدهشون حرکت بدیم، شاید به زنجیر بلاک برخورد کنه، میشه شناسایی کرد. وضعیت روانی اون 25 نفر آنچنان بد شد که همگی بستری شدن بیمارستان روانی. مرحوم آیت الله جمیع امام جمعه فقید آبادان هم اومد حضوری تقدیر کردم. بقیه برادران که بیمارستان بودن. شاید سالها بگذرد تا تاریخ واقعی آن روزهای دیماهی کنار برود و افکار عمومی از خودش بپرسد. محسن رضایی به عنوان فرمانده سپاه و هاشمی رفسنجانی که فرمانده آن روزهای جنگ بود، قهرمانان آن جنگ ها بودند یا پشت نقاب فاتحان پنهان می شدند تا قضاوت تاریخ را به نفع خودشان بخرند. ماهرخ غلام حسین پور، واشنگتن دی سی. تا دقایق دیگر و بعد از استراحتی کوتاه به صحبت‌های ابراهیم رئیسی در مجلس در دفاع از کلیات بودجه می‌پردازیم. رئیس جمهور ایران می‌گوید به دستور رهبر جمهوری اسلامی با نظر مجلس برای حفظ ارز 4200 تومانی همراهی کرده است. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مرور کنیم بر سرخط خبرها. چرخش جدید رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره به دنبال افزایش فشارهای طرفهای اروپایی برجام آمریکا. خامنه ای میگوید مذاکره و تعامل با دشمن لازم است. عقب نشینی موقت حکومت ایران از حذف ارز ترجیحی در پی افزایش اعتراضهای صنفی و معیشتی. رئیسی گفت به دستور رهبر جمهوری اسلامی با نظر مجلس برای حفظ ارز 4200 تومانی همراهی کرده است. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه 1401 را تصویب کرد. پاسخ وزارت خارجه کانادا به ایران اینترنشنال در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی. جمهوری اسلامی از احترام به قوانین بین المللی و اجرای عدالت سرباز می زند. و حاشیه‌های آینه اهدای جوایز گلدن گلوب، شبکه NBC شریک تجاری برنامه، مراسم را پخش نمی کند. در پی افزایش اعتراض‌های صنفی و معیشتی، نهادهای حکومتی در ایران از حذف ارز ترجیحی در سال جاری عقب نشینی کردند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، امروز در صحن علنی مجلس اعلام کرد از پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی صرف نظر می‌کند. او گفت بدون برنامه برای سفره مردم ارز ترجیحی حذف نخواهد شد. رئیسی توضیح داد بنابر دستور علی خامنه‌ای نظر مجلس را در نظر گرفته و حذف ارز 4200 تومانی را در سال جاری صلاح ندانسته است. به گفته او برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی در سال آینده هم تمهیداتی اندیشیده خواهد شد. مسئله ارز ترجیحی است که نکته دغدغه همه ماست، هم ما و هم شما. مسئله ارز ترجیحی بحث درستی است که در کمیسیون تلفیق دوستان بحث کردند. مستحضرید که ما کار رو که در دولت شروع کردیم، شما 8 میلیارد دلاری که در قانون پیش بینی کرده بودید، با آغاز کار دولت چیزی نمونده بود از اون میزان. یعنی در نیمه دوم سال مبلغی برای ارز ترجیحی نمونده بود برای دولت. طبیعتاً دولت باید اگر می‌خواست به اونچه که در قانون پیش بینی شده عمل می‌کرد، باید ارز ترجیحی رو بدون اینکه جبران بشه حذف میکرد و ما خط قرمزمون سفره مردم و معیشت مردم بود و هست. نمیتونستیم یک شوک وارد کنیم به اقتصاد کشور، به بازار و زندگی مردم. موضوع رو در جلسات مختلف دولت مطرح شد، در ستادهای اقتصادی دولت و بعد در شورای هماهنگی سران قوا مطرح شد. بعد از رفت و برگشت های مختلفی که داشت، نهایتاً به این که باید برای چند ماه آتی ارز ترجیحی ادامه پیدا کنه و بعد هم باید برای جبرانش حتماً تمهید مقدماتی بشه، بحث هایی و نظراتی مطرح شد و هم نظر شدن شورای عالی هماهنگی اقتصادی که این کار صورت بگیره.
در همین حال مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد. از مجموع 261 نماینده حاضر در مجلس، 174 نماینده به کلیات بودجه رأی موافق و 76 نماینده رأی مخالف دادند. با تصویب کلیات لایحه بودجه 1401، جزئیات آن به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق می‌رود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه گفت مجلس و دولت بر این موضوع تاکید دارند که معیشت مردم اولویت اول است. قالیباف در این حال گفت مجلس با وجود توصیه دولت نخواسته در 48 ساعت برای موضوع حذف ارز ترجیحی در سال جاری تصمیم بگیرد. بدون شک سند بودجه در حقیقت یک سندی است برای زندگی مردم و دولت، لذا ما انشالله در کلیت بودجه مردم عزیزمون بدونن که حتما در این بحث ارز ترجیحی و معیشت مخصوصا در کالاهای اساسی حتما این سیاست‌های جبرانی که در ارز بوده رو به صورت مستقیم در کالای اساسی در بودجه به گونه ای میبینیم که در زندگی مردم انشالله تأثیری نداشته باشه و اون را حتما جبران خواهیم کرد. از سوی دیگر نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه میگوید بر اساس پیشبینی وزیر جهاد کشاورزی قیمت مرغ پس از حذف ارز ترجیحی کیلویی 50,000 تومان خواهد شد. محمد رضا میرتاج الدینی میگوید دولت باید در صورت حذف ارز ترجیحی بازار را مدیریت کند و از سوی دیگر یارانه کالایی و کارت اعتباری به مردم بدهد. روز گذشته هم رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت تیور گفته بود قیمت مرغ در صورت حذف ارز 4200 تومانی به کیلویی 75,000 تومان خواهد رسید. هادی چاوشی روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکن شرق انگلستان همراه ما هستند تا بیشتر به همین موضوع بپردازیم. آقای چاوشی، افتا ارزیابی شما رو بشنویم از اختلاف بین مجلس و دولت در رابطه با حذف ارز ترجیحی. دلیل این اختلاف در چند ماه گذشته چیه؟ من فکر میکنم مسئله اصلی اینه که هیچ کدوم از دو طرف نمیخواستن مسئولیت سیاسی این تصمیم رو بپذیرن، چون میدونن که تبعاتی خواهد داشت. بذارید از طرف دولت شروع کنم. طبق قانون بودجه 1400 دولت فقط توی نیمه اول سال، اونم تا سقف 8 میلیارد دلار، اجازه تخصیص ارز ترجیحی رو داشته. یعنی منطقاً باید در نیمه دوم سال، به خصوص بعد از تموم شدن اون رقم 8 میلیارد دلاری، ارز 4200 تومانی رو از همه کالاهای اساسی و دارو و گندم حذف می‌کرده. اون تو دولت آقای رئیسی به جای اینکه این کارو بکنه، اومد یه لایحه دو فوریتی داد به مجلس که مثلا ما چه جوری ادامه بدیم. ولی مهم نبود که محتوای لایحه چیه، انگار فقط می‌خواست توپو بندازه تو زمین مجلس. اما مجلس هم اینکه آقای قالیباف گفته ما نمیتونستیم ظرف 48 ساعت درباره یه موضوع به این مهمی تصمیم بگیریم، به نظرم فقط ظاهر ماجراست. چون واقعیت اینه که موضوع ارز ترجیحی چیز جدید و خلق الصائه نبود که بگن ما نمیدونستیم بحث سر چیه، نمیتونیم فوری اظهار نظر کنیم. ماها و بلکه سالهاست که بحث سر این ماجرا توی فضای سیاسی و اقتصادی ایران مطرح بوده. اگه مجلس میخواست تصمیم بگیره دربارش میتونست. من تا به نظر میاد که مجلس هم ترجیح داد مسئول مستقیم این کار شناخته نشه، به اون دو فوریت ماجرا رأی منفی داد و خودشو کشید کنار عملا. اما به هر روی میبینیم که این اختلاف باعث شده که فضای اقتصادی ایران به نوعی بلا تکلیف بشه. تبعات این بلا تکلیفی چیست؟ ببینید، مسئله این امتناع تصمیم گیری واقعا یه مشکل بزرگی شده تو فضای اقتصادی و سیاسی ما. شاید تبدیل شده باشه به بزرگترین عامل نااطمینانی اقتصادی. نمونهش رو ما سر ماجرای FATF تو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم داشتیم. اینقدر درباره لوایح ضد پولشویی دست دست کردن و تصمیم گیری نکردن که ایران برگشت دوباره به لیست سیاه FATF. البته که خب همه میدونستن که این تصمیم نگرفتن در واقع رأی منفی به اون لوایح بود، ولی ظاهرا ماجرا رو اینطوری درست کردن. الان ماجرای ارز ترجیحی هم به نظر میاد توی سطح دیگه گرفتار همین بحران عدم تصمیم گیری شده. میدونید که خب این دولت از اولی که اومد روی کار داره درباره فسادآمیز و رانتی بودن و بد بودن دلار 4200 حرف میزنه. حرفاش هم 90% درسته، ولی چند بار فقط تا نزدیک حذفش رفته و برگشته.
میدونید چرا؟ چون اینجور کارا به هر حال یه گام در مسیر درسته، یه جور اصلاح اقتصادیه، لازم داره که شما هم تدبیر داشته باشید و هم شجاعت. یعنی باید مقدمات رو فراهم کنی، بعد دیگه به نفاصله اعلام کنی و اقدام کنی. اینکه یه قدم بری جلو یه قدم بری عقب، مردم و فعالای اقتصادی رو بلا تکلیف کنی، باعث میشه هم چوب بخوری هم پیازو. الان گزارش هایی که داریم اینه که روغن به عنوان یکی از این کالاهایی که ارز 4200 میگرفته کم شده تو بازار ایران. بدون اینکه ارز 4200 حذف شده باشه، یعنی ما آشفتگی رو داریم میبینیم بدون اینکه از امتیازاتش بهره مند شده باشه. با این حال من فکر می‌کنم گریزی از حذف 4200 برای سال آینده نیست. با اینکه می‌دونیم یه اثراتی روی قیمت کالاهای اساسی می‌گذاره، منتها چاره‌ای وجود نداره برای دولت، ناچاره که این کار رو انجام بده و در سال آینده حذفش کنه. هادی چاوشی، روزنامه‌نگار اقتصادی از لینکن، ممنونم. در اینجا نگاه کنیم به مطالب منتخب روزنامه‌های ایران. برای بررسی روزنامه‌های امروز صبح ایران همکارم محمد رهبر در استودیو همراه ما هستند. متاسفانه دیروز بکتاش آبتین، شاعر زندانی، می‌دونیم که در پی تعلل زندانبانان در انتقالش به بیمارستان درگذشت و جان خودش رو از دست داد. خبری تلخ و تأسف برانگیز. آیا در روزنامه‌ها اثری از این خبر بود؟ خب متاسفانه در روزنامه‌ها اثری از این خبر نبود. دلیلش شاید این بود که دستوری رسیده بود که چنین خبری رو کار نکنن، و یا اینکه خودسانسوری باعث شده بود که پرده‌ای بر حقیقت بندازن. اما امروز آقای خامنه‌ای رو صبح سخنانش رو گوش دادیم و شنیدیم. خیلی شرم‌آور هست که آقای خامنه‌ای در مورد 19 دهه سال 56 صحبت می‌کرد، اعتراضی که در قم بود در اون سال و نهایتاً 6 نفر کشته داشت و 9 نفر زخمی، و اسمش رو گذاشتن قیام خونبار قم. گرچه هر یک نفر رو کشتن یک جنایت هست، ما کاری به این نداریم، اما با این سابقه کشتار در جمهوری اسلامی، گفتن از تباهی رژیم پیشین واقعاً شرم‌آور هست از سوی آقای خامنه‌ای. خب فقط در سال 98 در آبان ماه چیزی حدود 1500 نفر به روایتی کشته شدند و بسیاری در زندان‌ها این گونه جانشون را از دست میدن و به عنوان قتل عمد محسوب میشه اون کاری که با بکتاش آبتین کردن. اما آقای خامنه‌ای خم به ابرو نمیاره و شرمی از مظلمه خون سیاووشش بود. خب برگردیم به روزنامه‌ها و روزمرگی. روزنامه اقتصاد پویار امروز همین در مورد این اتفاقاتی که داره در اقتصاد ایران میفته انتخاب کردم و وضعیت سوء تغذیه‌ای که در ایرانی ها به وجود اومده با این رشد عجیب و غریب قیمت ها در بخش غذایی و اون دلار 4200 هم که قرار هست بشه، به وضعیت بسیار بدتر از این خواهد شد که الان هست. همین الان مردم توان خرید مایحتاج اولیه رو ندارن، اینطور که اقتصاد پویا نوشته. در گوشه دیگری از صفحه دقت بکنید در مورد توافقات پشت پرده در همین اجلاس وین آمدن نوشتن و فریدون مجلسی نظری داده و گفته که اینطور که تیم مذاکره کننده داره حرف میزنه و این حرفایی هم که ما از آمریکایی ها و اروپایی ها میشنویم، مذاکرات به جایی نمیرسه مگر اینکه توافقات پشت پرده ای بشه. البته با صحبت های امروز آقای خامنه ای فکر میکنم که هیچ بعید نیست که توافقات پشت پرده ای داره صورت به حال چیزی شفاف اعلام نخواهد شد. روزنامه بعدی روزنامه ستاره صبح هست که اون هم به وضعیت روسیه به عنوان قیم و نماینده ایران پرداخته و از قول سفیر آخر ایران در اتحاد جماهیر شوروی نوشته که این روسیه میانجی خوبی نیست. خب این بهتر از هر کسی اونها رو میشناخته. و آقای بیدلی هم نظری داده که این تیم ایران به قدری ضعیف هست و نمیتونه حرف بزنه، همه جا مترجم باید همراهش باشه و شاید اصلا اصول دیپلماسی رو هم نمیدونه. این دلیلی شده که اولیانوف این وسط بیاد و میاندار بشه و تقریبا سفیر ایران است. آره، نماینده قیم همه کاره. خیلی امروز در مورد این اولیانوف صحبت کرده بودن، حالا ما چون قبلا هم صحبت کردیم در اون گذشتم. خب به روزنامه بعدی برسیم، به روزنامه جهان صنعت که اون هم به قزاقستان پرداخته و عبرت هایی که میشه از قزاقستان گرفت. گفته که تو قزاقستان هم در یک تصمیم دفعی و ثانیه‌ای قیمت سوخت رو بردن بالا و این اتفاقی بود که افتاد. در مملکت ایران که سرشار از اعتراض هست،
حذف ارز 4200 و این گونه کارها میتونه به گسترش اعتصابات و اعتراضات ختم بشه و هشدار داده که ما وضعیتمون قزاقستان به مراتب بدتر هست. قزاقستان از این جهت که ثروتمندترین کشور آسیای میانه هست با اون نفت و گازی که داره، باز هم شباهتی به ایران داره و اتفاقا جز متحدین روسیه و چین هستش و سرکوب خونینی هم کردن. جالب اینجاست که هیچ آماری از کشته شدگان نداریم، خیلی شباهت ها زیاد هستش. از اینها که بگذاریم، ما سال روز درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی بود و بعضا روزنامه ها در این مورد هم اومدن در مورد هاشمی نوشتن. یکیش روزنامه آرمان ملی است. روزنامه آرمان ملی با خود دختر هاشمی فائزه صحبت کرده و فائزه هم خیلی در مورد پدرش ثنا و رسا گفته و این خیلی بد هست که ما یک نفر رو بت بسازیم حتی اگر پدر ما باشه و آقای خانم هاشمی این کار رو بسیار بسیار زیاد انجام داده. در گفته های خانم هاشمی رو خوندم، میگفتن اگه پدرشون زنده بودن هیچ کدوم از این مشکلات الان در کشور وجود نداشتن. اصلا مشکلات با پدر ایشون شروع شده، مصیبت اینجاست. ببینید آقای هاشمی گرچه نسبت بقیه رجال جمهوری اسلامی سطحش بالاتر بود و دنیا رو احتمالاً میفهمید و قدرت که کنار گرفت یه قدری واقعیت ها رو بیشتر درک کرد، اما اینو یادمون باشه سپاه رو او در اقتصاد آورد. او کسی بودش که وزارت اطلاعاتش هم کار اقتصادی میکرد. او کسی بود که در زمانش بسیاری از روشنفکران و دیگر اندیشان تحت فشارهای سنگین بودند و حتی اعدام، کشته و مفقود الرسل میشدن. اینها کارهایی بودش که آقای هاشمی بنیانگذارش بود و بدتر از همه رهبری مثل آقای خامنه ای رو بر ملت ایران تحمیل کرد. بگذاریم برسیم به روزنامه آخر، روزنامه فرختفان که روزنامه دانشگاه آزاد هست که آقای هاشمی پدر این روزنامه و پدر دانشگاه آزاد بود، ولی الان دیگه خیلی بد و بیرا زیاد بهش میگن. در همین روزنامه فرهنگان گفته عبرت بگیرید از هاشمی و گفته سردار سلیمانی گفته او راهش اشتباه. اینهاست عبرتی که میشه از هاشمی گرفت، نیستش که باید صداقت داشت در زندگی، وگرنه در حکومت که باشی یا سرنگون میشی یا اینکه اگر مردی با نفرین و ناله از شما یاد میکنن. ممنونم از توضیحاتتون محمد رهبر، اینجا در استودیو همراه ما بودین. تا دقایق دیگر و بعد از استراحت کوتاه، همزمان با دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، وزارت خارجه کانادا در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت جمهوری اسلامی از احترام به قوانین بین المللی و اجرای عدالت سر باز میزند. بیننده و شنونده مجموعه خبر نیمروزی هستید. پیش از ادامه مروری کنیم بر سرخط خبرها. چرخش جدید رهبر جمهوری اسلامی درباره مذاکره به دنبال افزایش فشارهای طرفهای اروپایی برجام آمریکا. خامنه‌ای میگوید مذاکره و تعامل با دشمن لازم است. عقب نشینی موقت حکومت ایران از حذف ارز ترجیحی در پی افزایش اعتراضهای صنفی و معیشتی، رئیس گفت به دستور رهبر جمهوری اسلامی با نظر مجلس برای حفظ ارز 4200 تومانی همراهی کرده است. مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه بودجه 1401 را تصویب کرد. پاسخ وزارت خارجه کانادا به ایران اینترنشنال در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی، جمهوری اسلامی از احترام به قوانین بین المللی و اجرای عدالت سر باز می‌زند. و حاشیه‌های آیین اهدای جوایز گلدن گلوب، شبکه NBC شریک تجاری برنامه مراسم را پخش نمی‌کند. سخنگوی وزارت خارجه کانادا در پاسخ به ایران اینترنشنال درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی گفت جمهوری اسلامی از مذاکره درباره این پرونده خودداری می‌کند و آشکارا می‌خواهد به بی‌مسئولیتی خود ادامه دهد. جیسون کونگ گفت کانادا این هتاکی را به خاطر 176 قربانی بیگناه تحمل نمی‌کند. به گفته او جمهوری اسلامی قوانین بین‌المللی را به چالش کشیده و از خانواده‌های قربانیان اجرای عدالتی را که سزاوار آن هستند دریغ می‌کند. همزمان سفارت آمریکا در کانادا و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواستار تحقق عدالت و پاسخگویی جمهوری اسلامی شدند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا هم دیشب اعلام کرد حکومت ایران مهلت مذاکره را از دست داده و کانادا از طریق راه‌های بین‌المللی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. ما
همچنان حمایت خواهیم کرد از خانواده هایی که عزیزان خودشون رو در پرواز PS752 از دست دادن در و من به شما قول میدم که همیشه برای پاسخگویی مبارزه خواهیم کرد، برای شفافیت و برای عدالت، عدالتی که شما مستحقش هستین. پرواز 752 سقوط کرد، شلیک شد به خاطر بی‌پروایی به زندگی انسان‌ها از طرف مقامات ایرانی. ما نمیتونیم اجازه بدیم که به همین شکل اعتنایی بهش نشه. حالا که ایران در واقع مهلت مذاکره رو از دست داده و نخواسته که اون رو برآورده باشه، ما از طریق راه‌های بین المللی برای پاسخگو کردنش کار خواهیم کرد با هم دیگه. ما یک جبهه متحد رو تشکیل خواهیم داد و از پا نخواهیم نشست تا زمانی که بتانیم عدالت رو اجرا بکنیم. دو سال پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی که به کشته شدن 176 سرنشین آن انجامید، سوگواری خانواده‌های داغدار همچنان ادامه دارد. علیرضا قنچی که همسر و فرزندانش را در این پرواز از دست داده، با نگارش کتابی با عنوان من جا ماندم سعی دارد یاد خانواده‌اش را زنده نگه دارد. او در این کتاب خاطرات خوش زندگی خانوادگی‌اش را مرور کرده و از تلخی وداع همیشگی با همسر و فرزندانش نوشته است. مهسا مرتضوی گزارشی دارد درباره همین کتاب. میخواهم به آنها بگویم اگر هزار بار دیگر هم به دنیا می آمدم باز هم میخواستم پدر آنها باشم. ممنون که در همان عمر کوتاهتان آنقدر خوب بودید، آنقدر نبوغ و زیبایی به جهانم بخشیدید. شما بودید که اشتیاق پدری کردن را در من بیدار کردید. به وسعت دلتنگی بیکرانه ام دوستتان دارم و به امید دیدار. من جا ماندم، این احساس علیرضا قنچی است که در پرواز PS752 فرزندانش دورسا و پارسا و همسرش فائزه را از دست داده. او در کتابی به همین نام که به تازگی منتشر شده با به اشتراک گذاشتن لحظاتی از زندگیش از آنچه داشته قدردانی می کند. نگارش این کتاب را شروع کردم، بسیار سخت بود، شاید بزرگترین چالش زندگیم بود. داستان از ابتدا به انتها میرسه و انتها به اول، یعنی یک مسیر چرخشی در داستان هست و بسیار به گذشته برمیگرده. خاطرات مرور میشه در سکانس های مختلفی که مرحله به مرحله دارند بچه ها بزرگ میشند و برسن به مرحله خداحافظی از پدر که سوار هواپیما دارن میشند. کودکان معصوم تیاره مرگ، بیرا، راستین، پارسا، دورسا، السا، جیوان، کردیا، نوجان، صوفی، اریک، امیل، آنیسا، شهزار، رامتین، دریا، درینا و و و و صدای گریه هایتان هنوز از مزارتان شنیده می شود. مادرانتان فرشته هایی که با بال سوخت پناهتان شدند، خواستند ولی نتوانستند. چه ها گذشت بر شما؟ جا ماندم کتابی است در ژانر سوگ، اما علیرضا قصدش از نگارش این کتاب به نمایش گذاشتن خاطرات و استعدادهای عزیزانش است، استعدادهایی که او از روزهای اول بعد از سرنگونی پرواز PS752 با انتشارشان به دنیا نشان داد که فرصت تجربه چه آینده روشنی از خانوادهش گرفته شده. تو رفته‌ای و سپیدارها بی خود و بی جهت سبزند. شیطنت‌ها و انرژی پارسا و یا استعداد درخشان فائزه، استعداد درخشان دورسا، به نمایش گذاشتن اینها وظیفه من پدر هست. در کنار این نمایش مردم می‌فهمند که چه کسایی و چه آدم‌های دانشمندی و چه عزیزانی رو به راحتی از دست دادیم ما. فصل دوم این کتاب مربوط به دورساست، فصلی که علیرضا 11 بار آن را نوشت و در نهایت میگوید با کمک خود دورسا آن را تمام کرد. رفتم مزار، خونه بچه‌هام، خونه خانواده‌ام. از خود دورسا پرسیدم
گفتم که کمکم کن. شاید باورش سخت باشه ولی تمام لحظه به لحظه احساسم می بود که درسا پیشم نشسته بغل میز تحریر. یعنی یه جاهایی می نوشتم فکر می کردم که اصلا سنگین شد فلنگ و احساس می کنم درسا خوشش نمیاد، قشنگ داره با ما حرف می زنه، اصلا اینجا نه این نیست. بعد نگارش فصل دو صبحش احساس کردم که سبک شدم. حالا علیرضا برای کسانی که عزیزانشان کنارشان هستند یک توصیه دارد. حتما حواسشون باشه نرسه زمانی که مثل ماها با خاطراتشون زندگی کنند. قدر لحظه به لحظهشون رو بدونن، قدر ثانیه به ثانیهشون رو بدونن، چرا که ممکنه این لحظات دیگه براشون غیر قابل تکرار باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند همراه ما هستند. آقای غفوری، دو سال بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی چقدر مقامات و نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی پاسخگو بودند در رابطه با این فاجعه و مسئولیت پذیر کردند؟ خب من فکر می‌کنم برای درک میزان پاسخگویی، شفافیت، اطلاع رسانی مقام‌های جمهوری اسلامی باید از اول شروع کنیم، از روزی که این جنایت رخ داد و به یک هواپیمای مسافربری موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شلیک شدن. خب همینطوری که بسیاری از بینندگان می‌دونن، جمهوری اسلامی نه تنها اول تکذیب کرد، در سه روز کامل تکذیب کرد، نه تنها مشاور رئیس جمهور وقت خبرنگاران رو تهدید کرد در مورد این اطلاع رسانی، بلکه یک سری میس اینفورمیشن ها، اطلاعات ضد و نقیضی هم پخش کردن از رسانه هاشون، گفتن نقص فنی بوده، آمدند گفتن بوئینگ مقصره، گفتن مهندس اوکراینی اشتباه کرده و علارغم نقص فنی اجازه پرواز داده، تا این انکارها به جایی رسید که نمیشد دیگه ادامهش بدن، به خاطر اینکه اسنادی رو آمریکایی ها، کانادایی ها، بریتانیایی ها گفتن که دارند از اون ردیابی مادون قرمز فضایی که موشک ها از ایران اومده، انقدر مدارک محکم بود که جمهوری اسلامی تن داد به پذیرش. و بعد از اون روند دیگری شروع شد که روند علاج کردن امثال آقای ظریف بود، آمدن و سعی کردن که یک طوری مسئله رو روش سرپوش بگذارن، یه مدت جعبه سیاه رو ندادن. دیدیم بعد از اون وقتی که جعبه سیاه رو دادن، گزارشی که دادن نه تنها اوکراینی ها اون رو رد کردن، بلکه مقام سازمان ملل متحد در اون زمان خانم اگنس کالامار گفت این تناقضات بسیار زیادی داره، دروغ هست و جمهوری اسلامی نمیتونه ثابت بکنه که این قتل فراغذایی نیست و قانع نمیکنه در واقع گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد. همه اینها رو کنار هم بگذاریم، میبینیم که تک تک مقام‌های خارجی میگویند میگویند جمهوری اسلامی دروغ گفته، شفافیت نداشته، با افکار عمومی نتونسته درست تعامل کنه و به مقام‌های قضایی هم گزارش جدی، شفاف و دقیق نداده. برخی از مدارک و اسناد رو هم در این میان از بین برده متأسفانه. به دنبال همین گفته های شما دیدیم که نخست وزیر کانادا تأکید کرده که این پرونده رو در مجامع بین المللی دنبال خواهد کرد. هم اوکراین، هم بریتانیا و هم سوئد هم بر همین موضوع تأکید کردن. چقدر این فشارهای بین المللی میتونه تأثیرگذار باشه که جمهوری اسلامی مسئولیت این موضوع رو بپذیره و ابعاد تازه‌ای رو از این ماجرا فاش بکنه؟ بی تأثیر نیست. خب جمهوری اسلامی نشون داده که تنها در برابر فشار جدی است که عقب نشینی میکنه، در بقیه مسائل هم همینطور، در موارد سیاسی تمام استراتژیش بر همین مبنا استوار هست. در این مسئله به خصوص جمهوری اسلامی ثابت کرد که اگر حتی اینطور تفرض کنیم که این هواپیمای مسافربری شهروندان کشورهای خارجی نبودن، توش همشون ایرانی بودن، برای مثال اگر هواپیمای تهران شیراز بود و سرنگونش میکردن به هیچ کس پاسخگو نمیشدن و هرگز هم قبول نمی‌کردن و کلا می‌گذاشتنش کنار. همینقدر که الان موظفن که پاسخ بدن به دنیا، به خاطر اینکه کشورهای خارجی آمدن جمهوری اسلامی رو موظف کردن و ازش حساب کشیدن تا اینجای کار. و زمانی که در برابر شفافیت مقاومت کرده، زمانی که اطلاعات درست رو نداده، اون وقت یک قدم بالاتر خواهند گذاشت، به مجامع بین‌الملل، سازوکارهای بین‌المللی رو استفاده خواهند کرد. در سازوکارهای بین‌المللی
اون وقت قضات و تصمیم گیرندگانی هستند که نمیشه به راحتی مانند دیپلمات ها سعی کرد که دور زده بشن. جمهوری اسلامی تا الان سعی کرده که از همون روش فرار به جلوش استفاده بکنه، در این قضیه هم همین کارو کرده، یا سعی کرده باج بده تا مسئله رو حل بکنه، صحبت غرامت کرده، ولی مسئله به بسیاری از خانواده ها اصلا غرامت نیست، مسئله شفافیت است که بگویند که چه شد که این اتفاق روی داد. و جمهوری اسلامی تا الان نتونسته توضیح بده که این چیزی که ازش به عنوان خطای انسانی نام میبره واقعا خطای انسانی بوده و یک چیز برنامه‌ریزی شده نبوده، اینو نتونسته ثابت بکنه. خب این رو وقتی که نتونسته در برابر کشورهای ذینفع ثابت بکنه، من فکر می‌کنم یک مجمع جهانی و فشارهای بین‌المللی میتونه جمهوری اسلامی تا حد بسیار زیادی مجاب بکنه که توضیحات بیشتری ارائه بکنه. اشاره داشتیم به خانواده ها و مجاب نشدنشون. دو خانواده که فرزندانشون قربانی شدن در سرنگونی هواپیمای اوکراینی با انصاف نیوز مصاحبه کردند و به نقل از مقام های جمهوری اسلامی گفتند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بوده و سپاه پاسداران به عنوان سپر انسانی از این هواپیما استفاده کرده تا سقوط رو به گردن آمریکا بندازه. تحلیل شما از این موضوع چیه؟ این نظریه در واقع از همون روزهای اول هم مطرح بوده، خیلی ها این نظریه رو مطرح میکردن، ولی اینکه از زبان کسانی میشنویم که تا الان حاضر نشده بودن که این بحث رو مطرح بکنن، به هر حال مقام هایی در جمهوری اسلامی داشتند این خانواده و فقط هم با رسانه های داخلی مصاحبه کردن، نشون میده که حتی این قشر هم، این افراد هم از این توضیحات قانع نشدن. و اون جوری که این خانواده محترم در مصاحبه با انصاف نیوز گفتن، شنیده هاشون حاکی از اینه که سعی کردن اونا رو مجاب بکنن به اینکه ساکت بمانند، به خاطر اینکه همون اتفاقی که الان رسانه های جمهوری اسلامی دارن بهش دامن میزنن، میگویند اگر اینها زده نمی شدند یا این اتفاق نمی افتاد، ممکن بود آمریکا حمله بکنه و چندین هزار نفر کشته بشن. این استدلال خوبی استدلال جنایتکارانه است در عرف حقوق بین الملل، اما جمهوری اسلامی ابایی نداره که اونو مطرح بکنه. با توجه به شناختی که از این حکومت هست، با توجه به رفتارهای پیشینی که اون حکومت کرده، با توجه به 40 و چند سال اخیر اگر برگردیم، ما میتونیم این قضاوت رو بکنیم، این احتمال رو دست کم پررنگ بگیریم که این حکومت ابایی نداره که 176 نفر رو قربانی بکنه برای اینکه جلوی برای مثال یک حمله رو بگیره، اون هم حمله‌ای که یه قسمتیش با ماجراجویی خودش بوده، یه قسمت دیگریش هم بر اساس آن در واقع سیاست آمریکا ستیزی که سالهاست دنبال میشه. ممنونم از توضیحاتتون. کامبیز غفوری روزنامه‌نگار از فنلاند همراه ما بودید. کانون نویسندگان ایران از برگزاری زودهنگام مراسم خاکسپاری بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز زیر فشار نهادهای امنیتی خبر داد. بر مبنای گزارش‌های کانون نویسندگان ایران، با وجود آنکه خانواده بکتاش آبتین پیشتر اعلام کرده بود آیین خاکسپاری او دوشنبه 20 دی برگزار می‌شود، نیروهای امنیتی خانواده این زندانی سیاسی را مجبور کردند مراسم را ساعت 3 بعد از ظهر امروز یکشنبه در امامزاده عبدالله شهر ری برگزار کنند. همزمان جان باختن بکتاش آبتین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اجتماعی داشته. بسیاری از کاربران و فعالان سیاسی و مدنی مرگ او را قتل توصیف کرده و حکومت را عامل کشته شدن او می‌دانند. شماری از فعالان مدنی و سیاسی هم دیشب مقابل بیمارستان ساسان گرد هم آمدند. ویدیویی که به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران خواستار پراکنده شدن تجمع کنندگان شدند. حتی در قفس آواز داره مگه یک کسی فقط چگونه می شود به من فرمان دوست این رو نیروهای امنیتی من فقط یک نکته بهتون میگم. روزی که 4 سال پیش در امام زاده طاهر در های آذر ماه که برای سالگرد قتل تبهکارانه محمد مختاری و محمد جعفر پوینده رفتنی، ابتدا من رو، بعد آقای خندان رو، بعد جناب دکتر زرفشان رو در واقع هدایت کردم به یک ماشین. در اون ماشین یک ویسی میدونی که یا ایمن بکتاش آبتین هم هست، بکتاش آبتین دیده شده، یعنی دقیقه اینها شده بکتاش آبتین. حقیقتا من فکر کنم سخنی که موقعی
در گذشته بکتاش آبتین شاعر و فیلمساز زندانی با واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده. همکارم ندا رامش در استودیو همراه ماست تا در همین مورد به ما بگه. ندا، بیشتر از تو بشنویم در رابطه با واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی. خب فرناز، مرگ بکتاش آبتین همزمان شد با دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی. کاربرا تو شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های مختلفی از جمله بکتاش آبتین، بکتاش آبتین رو کشتن و این یک قتل حکومتی هست، واکنش نشون دادن به این موضوع. یکی از نکات اصلی که کاربرا بهش پرداختن اینه که حکومت عامدانه تو درمان بکتاش آبتین تعلل کرد و این یه روش جدیدیه که حکومت داره ازش استفاده میکنه که دیگر اندیشان رو حذف بکنه. یک واکنشی از کاربران رو انتخاب کردیم که اگه موافق باشی با هم دیگه یه نگاهی بهشون بندازیم. حشمت الله تبرزدی به موضوع تعلل در درمان این زندانی سیاسی اشاره کرده و گفته مرگ بکتاش آبتین آشکارا یادآور قتل‌های زنجیره‌ای به دستور خامنه‌ای و رفسنجانی از طریق وزارت اطلاعات. تا دیروز دگراندیشان رو با اعدام و ترور می‌کشتن، اما امروز با نگه داشتن در زندان و در شرایط کرونایی همون راه رو ادامه میدن. کاربر دیگه هم در همین رابطه نوشته حکومتی که عمدن با موشک جنگی هواپیمای مسافربری رو منهدم کرد هیچ مانعی جلوی راهش نمیبینه که تک تک زندانی‌های سیاسی و غیر سیاسیش رو با کرونا اعدام نکنه. جمهوری اسلامی مسئول حفظ جان زندانی و غیر زندانی نیست، بلکه مسئول مستقیم مرگشونه. یک کاربر دیگه هم نوشته آقای بکتاش آبتین در جریان حذف سریالی و منظم زندانیان سیاسی کشته شده و جمهوری اسلامی به جای ترور منتقدان سیاسی اونها رو در زندان میکشه. کاربرانی هم هستن که میگن تا همین دیروز آبتین رو نمیشناختن، اما اینکه یک شاعر و فیلمساز برای حکومت چه خطری میتونه داشته باشه رو مورد سوال قرار دادن. مثلا این کاربر میگه بکتاش آبتین رو نه میشناختم و نه با آثارش آشنا بودم، اما به واسطه این جنایت که در حقش شد قطعاً به دنبال آثارش خواهم رفت. افرادی مثل بکتاش پس از مرگ هم توانایی تأثیرگذاری بر جامعه را دارند. پس این نظام ناخواسته و با حماقت تمام این افراد رو به جامعه بازشناسی میکنه و خودش رو منفورتر. علیرضا افشار هم گفته میدونید بکتاش آبتین رو به عنوان تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت نظام به 5 سال حبس محکوم کرده بودن؟ اون امنیتی که به دست یک شاعر صلح‌جو به خطر میفته امنیت ملی نیست، سطل زباله افکار یک نظام متحجره. گروهی از کاربران هم به وضعیت نگهداری آبتین در بیمارستان انتقاد داشتند. قاسم محمدی نوشته تصویر بکتاش آبتین با قل و زنجیر و پابند بر روی تخت بیمارستان بدترین تصویر از یک زندانی بیماره و نشون میده که یک حکومت از او ترس و وحشت داره و به تخت بستتش که مبادا فرار کنه. این تصویر تا ابد در اذهان میمونه. آقایون چطور میتونن ادعای دفاع از مظلوم رو داشته باشن؟ این ننگ پاک شدنی نیست. در آخر هم بهنام امینی روزنامه‌نگار میگه فکر میکنم این نما از انسانی بر روی تخت بیمارستان با پایی در قل و زنجیر اما همچنان کتابی به دست تا همیشه نماد و سمبل قلم و آزادی در ایران خواهد شد. شک دارم در جایی از جهان بتوان چنین تصویر دراماتیک و سمبولیکی یافت. تصاویر و ویدیوهاتون رو از طریق شبکه‌های اجتماعی برای ما بفرستین. برمیگردیم به فرناز. ندا رامش اینجا در استودیو با ما بودیم. اما در اینجا نگاهی بندازیم به چند خبر از گوش و کنار جهان. تنش در مناطق شمال غرب نیجریه رو به افزایش است. بر اساس گزارش‌های رسمی دست کم 200 نفر در جریان حمله انتقام جویانه به روستاهای اطراف ایالت زامفار کشته شدند. این حمله بعد از حملات هوایی ارتش نیجریه به مواضع گروه‌های مسلح و کشته شدن دست کم 100 تن از آنان در مناطق شمال غرب این کشور آفریقایی انجام شده است.
اتحادیه اروپا قصد دارد برای جلوگیری از سوء استفاده جنسی از کودکان شرکت‌های فناوری را به اقدامات پیشگیرانه ملزم کند. کمیسر امور داخلی و مهاجرت اتحادیه اروپا همچنین از لزوم وضع قوانین جدید با هدف محافظت از کودکان در برابر سوء استفاده‌های جنسی در ماه‌های آینده گفته است. تا دقایق دیگر نگاهی خواهیم داشت به مراسم گلدن گلوب امسال. با ما باشید.